علی که یه راه عجیب پیدا میکنه تا بتونه از 100% مغز خودش استفاده کنه. گلاسیا سلام، امروز میخوام فیلمو ببینیم که خیلی وقتی پخش شد سر صدا کرد، فیلم لیمیتلس یا بدون محدودیت، که یکی از فیلمای خیلی خفنه و محتوای جالبی هم پشتش داره. بریم با هم فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی ادیو میبینیم که یه زندگی خیلی به هم ریخته هم داره. ادی نویسنده است و چند ماهی که نمیتونه کتاب درستی بنویسه چون همش ذهنش درگیره. شبا هم میره بار و تنهایی مست میکنه تا یکم آرومتر بشه. انقدر وضعش خراب میشه که نامزدش یعنی لیندی هم باهاش به هم میزنه و میگه دیگه نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم. وقتی که به هم میزنه و از کافه میاد بیرون، مردی رو به اسم ورنون میبینه. ادی قبلا با دختری به اسم ملیسا ازدواج کرده بود که خیلی زود هم با هم به هم میزنه و جدا میشن. ورنون برادر ملیسا بوده. با هم یکم صحبت میکنن و میفهمیم که ورنون قبلا مواد میفروخته و حالا میگه که دیگه کار کنار گذاشتم. با هم به باری میرن و یکم از زندگیاشون صحبت میکنن. ادی میگه که چقدر ذهنش به هم ریخته است و نمیتونه کتابشو بنویسه و ورنون قرصی عجیبش در میاره و میگه این ذهنتو باز میکنه. ادی میگه مگه نگفتی این کارو کنار گذاشتی؟ و ورنون میگه این دارو کاملا قانونیه و یه مدت دیگه هم توی داروخونه ها پخش میشه، پس نگران نباش. اسم اینم انزیتیه. میگه انزیتی باعث میشه از 100% قدرت ذهنت استفاده کنی و خیلی زندگیتو عوض میکنه. وقتی هم میگه قیمت هر یه دونهش $800، در آخر ادی قانع میشه که قبولش کنه و از هم خدافظی میکنن و دور میشن. ادی هم سمت خونه راه میفته و هنوز دو دله که این دارو رو استفاده کنه یا نه، ولی در آخر تصمیمش رو میگیره و قرصو میندازه. به خونه میرسه و همین لحظه صاحب خونش میاد و باهاش دعوا میکنه که چرا اجاره چند ماه تو هنوز ندادی. با هم دارن بحث میکنن و کم کم ادی حالش عوض میشه. یه رفیق کل دنیا رو یه رنگ دیگه میبینه و متوجه کتابی در مورد حقوق تو کیف این صاحب خونه میشه. شروع میکنه به صحبت و میگه که من میدونم از من بدت میاد، ولی حس میکنم الان یه چیزی هم داره اذیتت میکنه. این زنم توضیح میده که نمیتونم برای دانشگاه هم مقالمو بنویسم. ادی که متوجه کتاب تو کیفش شده و یه رفیق یادش میاد چند سال پیش این کتابو یه بار خونده، هرچی تئوری تو ذهنش هست میگه و چند تا پیشنهاد هم میده که بتونه مقالهشو بهتر کنه. این زنم خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و انگاری از ادی هم خوشش اومده. بعدم با هم دیگه میرن داخل تا مقاله رو با کمک هم بنویسن، که خب البته یه بهونه است و با هم رابطه برقرار میکنن. وقتی ادی به خونه میاد و تنها میشه، ذهنش از اینکه همچین کارهایی رو انجام داده و چجوری تونسته انقدر چیزی از قدیم یادش بیاد میپاچه. شروع میکنه به تمیز کردن خونه و انرژی خیلی زیادی هم داره. تمام چیزهایی که تا الان تو زندگیش تجربه کرده یادش اومده و میتونه مو به موشون رو مرور بکنه. بعدم شروع میکنه به نوشتن کتابش و توی فاصله خیلی کمی 90 صفحه کتاب فوق العاده خفن مینویسه. بعدم میره میخوابه. حالا روز بعد که پا شده، اثر دارو دیگه از بین رفته و پیشنویس کتابش رو میبره پیش ناشر. ناشری که اصلا دیگه امیدی به ادی نداره و فکر میکنه این کتابش هم مثل بقیه چرت و پرته. در آخر هم با اصرار ادی قبول میکنه که یه نگاهی بهش بندازه. وقتی ادی به خونه برمیگرده، یه دونه پیام صوتی براش گذاشته شده و ناشرش داره کلی ازش تعریف میکنه. پراش ریخته و میگه بهترین کتابی که تو عمرم خوندم و باید حتما طی 2 هفته بعدی کلشو بهم تحویل بدی، چون میتونم کلی سرمایه‌گذار خفن براش بگیرم. ادی هم خیلی خوشحال میشه، اما میدونه که بدون انزیتی نمیتونه این کارو انجام بده. برای همین هم سمت خونه ورنون راه میفته و در میزنه تا ازش یه سری دیگه بگیره. ورنون صورتش پر زخم و میدونه که ادی برای چی به اینجا اومده. برای همین هم اول بهش میگه که به دروغ گفتم، این دارو قانونی نیست و قطعا غیر قانونی اگه بخوای بگیریش. ادی باز هم میگه اب نداره، من میخوامش. ورنون هم میگه باشه، پس اول باید یه سری کار برای انجام بدی تا یه دونه دیگه بهت بدم. ادی هم قبول میکنه و میره بیرون تا کارهایی مثل خرید برای خونه یا گرفتن لباس از خوشویی انجام بده. اما اتفاق عجیب وقتی میفته که به پیش ورنون برمیگرده. در خونه نیمه بازه و وقتی که میره داخل میبینه که ورنون یه گلوله به سرش خورده و روی صندلی افتاده. ادی خیلی وحشت زده میشه و سری به پلیس زنگ میزنه. پلیس هم سمت این خونه راه میفته و تازه ادی میفهمه که هر کی اومده اینجا دنبال یه چیزی میگشته و اونم چیزی نمیتونه باشه جز انزیتیا، اما مشخص پیداش نکردن و اینجا فرار کردن. برای همین ادی خودش دست به کار میشه، شروع میکنه به گشتن و در آخر توی یه جاساز خیلی خفن یه بسته کامل همراه با کلی پول پیدا میکنه و نیروهای پلیس هم سر میرسن. ادی هم بدون توضیح دادن چیزهایی که پیدا کرده باهاشون به پاسگاه میره و توضیح میده که چجوری ورنون رو پیدا کرده و اونو هم ولش میکنن، ولی کارگاه پلیس میگه حواست باشه که از شهر خارج نشی چون ممکنه کاری داشته باشه. ادی شروع میکنه با پولی که پیدا کرده کلی به خودش میرسه، موهاشو تغییر میده، لباسای جدید میخره و در وضعش عوض میشه.
میشه. حالا زندگی ادی از این رو به اون رو شده. توی 4 روز کتابشو کاملا تموم میکنه، توی 3 روز زدن پیانو رو یاد میگیره و از همه بیشتر اینکه کلی ورزش میکنه و همش میره بیرون و یه دم توی مهمونیهای مختلف میپرکه. رفتارش هم برونگرا شده و توی جمعهای مختلف از تئوریهای ذهن خوری صحبت میکنه، تئوریهایی که اکثرشون به بورس ربط دارن و میتونه کل دنیا رو تغییر بده. برای همینم وسط یکی از همین صحبتها یکی از سرمایه‌گذارای خفن حرفشو میشنوه و ازش دعوت میکنه که بیاد و توی شرکتش که توی وال استریت هم هست برای بورس کار بکنه. اما ادی با فکر کردن به این پیشنهاد میگه خب چرا برای خودم کار نکنم وقتی اینقدر علمم زیاده، و یه پله دیگر رو طی میکنه. با علم زیادی که داره و خوندن یه سری کتاب مهم در مورد بورس موفق میشه خیلی خوب این بازار رو آنالیز بکنه و توی اولین روزش با 800 دلاری که میذاره 2000 دلار پول در میاره. همینطوری هی سوداش بیشتر میشن و در آخر میگه اگه میخوام پول زیادی در بیارم به سرمایه بیشتری نیاز دارم. برای همینم میره بهش یه نزول خور تا ازش یه مقداری پول بگیره. اونم قبول میکنه که این پولو بهش بده به شرطی که سر موقع بهش برگردونه و اگر هم ممکنه که بیان سراغش و جونش هم بگیرن. اونم در آخر قبول میکنه. اما برای کار با این پول نیاز به پشتوانه قوی داره. برای همینم میره به شرکت همون کسی که قبلا شمارهشو داده بود، یعنی کوین. توی این بازار وال استریت مشغول به کار میشه و خیلی هم خفن پیشرفت میکنه. به حدی که سود زیادش باعث میشه تمام کسایی که توی شرکتن دور تا دورش جمع شن و تشویقش بکنن. اصلا داره کل این شرکت رو از این رو به اون رو میکنه. خلاصه که زندگیش خیلی عوض شده و برای همین هم تصمیم میگیره یه بار دیگه بره لیندیو ببینه، یعنی کسی که نامزدیشو باش به هم زده بود. این بار با سر و وضعی بهتر توی رستوران خیلی شیک و لیندی هم تحت تاثیر قرار میگیره. ادی میگه که زندگیشو عوض کرده و حالا آماده است که دوباره با هم دیگه به رابطه برگردن و خب لیندی هم که خیلی مشتاقه قبول میکنه و با هم دیگه میرن به اتاق خواب. آره به هم دیگه برگشتن و چند روز بعدی هم خیلی با هم دیگه خوش میگذرونن، یادم جاهای خفن میرن و لیندی از اینکه انقدر ادی عوض شده خیلی شگفت زده شده. تو یکی از قراراشون هم هست که ادی متوجه مردی میشه که انگاری داره تعقیبش میکنه و این خیلی براش عجیبه. انقدر میره رو مخش که حتی شب هم به خونه برمیگرده از پنجره یادم بیرون نگاه میکنه که نکنه اون مرد رو باز ببینه. اما خب کسی اونجا نمیبینه و لیندی هم بهش میگه بیا روی تخت و همین لحظه است که اتفاق عجیبی میفته. ادی یه دفعه حس میکنه دست خودش رو چند جای مختلف میبینه و وقتی به خودش میاد تو راهروی یه هتلیه که لیندی هم از اتاق داره صداش میکنه. خیلی براش عجیبه چون اصلا یادش نیست که چجوری به اینجا اومده. اما خب بهش توجه زیادی نمیکنه و فکر میکنه زیادی خسته بوده. روز بعدی هم به رستوران میره که با رئیسش کوین قراره با یه نفر ملاقات بکنن. این یه نفر کیه؟ یکی از بزرگترین سرمایه گذاره وال استریت که میخواد هر جوری شده ادیو به سمت خودش بکشونه و با هم دیگه همکاری داشته باشن. مردی به اسم کارل شروع به صحبت میکنن و اول اعتماد به ادی نداره، اما در آخر متوجه علم زیادش میشه و ازش میخواد که با هم دیگه سوار ماشین شن. تو ماشین هم یه سری نقشه بهش میده و میگه اینا اسم همه شرکت هایی هست که من دارمشون، میخوام آنالیزشون بکنم و به هم بگی که حرکت بعدیم چی باید بشه که بتونم پیشرفت بیشتری انجام بدم. ادی هم یه نگاه ساده میکنه و تو همون ماشین میگه تو همین الان هم حرکت بعدی تو میدونی. تو برنامه‌ت اینه که با سرمایه‌ات شرکت‌های رقیب تو بخری و با شرکت‌های خودت ادغام بکنیشون. کارل خیلی تعجب میکنه و میگه کسایی که با من کار میکنن چند ماه دارن اینا رو میبینن ولی هنوز حرکت منو نفهمیده بودن. پس تو واقعا خیلی این چیزا رو میدونی. برام نقشه‌ها رو تحویلش میده و میگه یه بررسی کامل بکن و میخوام بهم یه برنامه خوب بدی که بتونم این کارو انجام بدم. ادی هم قبول میکنه. بعدم از ماشین پیاده میشه و خدافظی میکنه. قبل اینکه بره خونه هم میخواد یکم قدم بزنه و حالا اتفاقهای عجیب تری شروع میشن. یه دفعه ادی خودش رو تو مهمونیهای مختلف میبینه، داره با آدمهای عجیبی صحبت میکنه، جاهای مختلف میره و یه دفعه هم خودش رو در حال رابطه با یه دختر غریبه میبینه. بعدم که از خونه میاد بیرون دوباره همون مردی که دنبالش بوده رو توی راهرو میبینه. یه دفعه میبینه که وسط یه پارکینگ و چند نفر دورش کردن و میخوان دعوا باش بکنن. ادی یاد تمام ویدیوهای رزمی که تا به حال تو زندگی شده میفته و یه دفعه مثل یه آدمی که چندین سال رزمی کار میکنه باهاشون مبارزه میکنه. بعدم تو سکانس بعدی خودش بالای پلی وسط شهر میبینه. همه این اتفاقا عجیبن چون ادی نمیدونه که چجوری به اینجاها رسیده و اصلا چه اتفاقایی این وسط افتاده. وقتی هم به خونه میرسه میفهمه 18 ساعت گذشته از زندگیش رو کلا فراموش کرده. با خستگی میخوابه و یه دفعه با صدای تلفنش بیدار میشه. میفهمه الان وقت قرارش با کارلو، باید تمام اطلاعاتی که جمع کرده رو بهش بده. اما از تاثیر قرص انزیتی
میترسه و برای همینم دیگه نمیخواد ازش استفاده بکنه. نکته بعدش اینه که وقتی NCT نزنه نمیتونه هیچ کدوم از این مقاله ها رو بخونه و اصلا هیچ اطلاعاتی در مورد بورس انگار نداره. برای همینم زنگ میزنه تا قرار رو جابجا کنه، اما همکارش کوین میگه اگه جابجاش بکنی دیگه کال حاضر نمیشه باهات دیدن بکنه. ادی هم خودش رو به محل ملاقات میرسونه و شروع به صحبت میکنن. منتها اصلا ذهنش درست نیست و همش تمرکز خودش رو از دست میده. کارل وسط صحبتاش به رقیبش یعنی آقای اتوود اشاره میکنه و میگه که اتوود قبلا هیچ کسی نبود، اصلا هیچ علمی نداشت و یه دفعه توی بازار بورس معروف شد. خیلی هم رفت بالا و حالا من مجبورم هر جوری که هست اون از کار برکنار بکنم. ولی بازم تمرکز ادی سر جاش نیست، مخصوصا که توی تلویزیون یه دفعه صحنه از همون زنی که قبلا باهاش رابطه داشت میبینه، دختری که انگار تازه فهمیدن تنفروش بوده و توی هتل جنازش پیدا شده. این قضیه خیلی ادیو به هم میریزه و حس میکنه که نکنه خودش یه کاری با این دختر کرده باشه. از حال بعدش بالا میاره و با یه معذرت خواهی کلا از اون محل دور میشه. حالا تلفنش زنگ میخوره و اونم کسی نیست جز همسر سابقش ملیسا. ملیسا در مورد ورنون سوال میکنه و میخواد بفهمه که کی اون بلا رو سرش آورده و همین باعث میشه که ادی رفه یاره اون قرصا بیفته و ازش درخواست کنه که یه جا همو ببینن و ملیسا هم قبول میکنه. ادی بیشتر در مورد NCT کنجکاو شده و با دفتر تلفنی که از خونه ورنون برداشته به تمام تلفن‌هایی که داخلش هست زنگ می‌زنه. کسایی که قبلا مشتری‌های ورنون بودن و همه‌شون هم انگاری NCT استفاده می‌کردن. نکته بعد اینه که همه این افراد به یه شکلی چند روز قبلی جونشون رو از دست دادن. انگاری هرچی NCT بیشتری مصرف بکنی در آخر انرژی بیشتری ازت میگیره و جون تو ازت میگیره. به یکی دیگه از شماره‌های این دفتر زنگ میزنه و یه رفعه تلفن کسی پشتش زد میخوره. نگاه میکنه و همون مردیه که انگاری تعقیبش میکرد. یه رفعه میفهمه که این مرد دنبالشه تا NCT ها رو ازش بگیره و سری پا به فرار میذاره و اونم دنبالش میکنه. به هر زحمتی هست این مرد رو میپیشونه و میره به محل قرارش با ملیسا. در مورد ورنون صحبت میکنن و ملیسا میگه میدونم که اون NCT میفروختش و آخرم همون کار دستش داده. منم یه دوره NCT استفاده میکردم اما انقدر زندگی ما به فنا داد که هر جوری شد کنار گذاشتمش. البته که تاثیر خیلی بدی روم گذاشته بود و هنوزم عوارضش توی زندگی میبینم. اما تو نباید یه رفیق کنارش بذاری چون خطرناکه و باید دوز تو کم کم بیاری پایین. بعدم خدافظی میکنن و ادی که به نزدیکی خونه میرسه همون نزول خوریو میبینه که ازش پول گرفته بود. هنوز پولشو پس نداده و نزول خور با عصبانیت شروع به کتک زدنش میکنه. وقتی هم ادی میفته NCT که تو جیبشه میفته بیرون و نزول خور که میبینتش برش میداره و فکر میکنه یه مواد معمولی و میرزتش بالا. ادی هم در آخر معذرت خواهی میکنه و میگه بیا بریم بانک و در آخر هم پولشو بهش میده و هم خدافظی میکنن. ادی که حالش حالا به هم ریخته و NCT هم همراهش نیست خودشو به لیندی میرسونه و یه رفعه اونجا از حال میره. قبل اینکه بیهوش بشم همه چیو به لیندی توضیح میده و میگه که چجوری پیشرفت کرده و همش به خاطر NCT بوده. برام ازش میخواد که بره به خونش و از جایی که جاساس کرده یه دونه براش بیاره چون حالش اصلا خوب نیست. لیندی هم قبول میکنه و همین کارو براش انجام میده. اتفاق بدی هم میفته چون وقتی که میاد بیرون همون مردی که قبلا دنبال ادی بود میبینتش و وقتی که میفهمه NCT همراهشه میندازه دنبالش. لیندی سری به ادی زنگ میزنه و میگه که چه اتفاقی افتاده و ادی هم میگه یه دونه NCT بنداز، فقط اون میتونه نجاتت بده. لیندی هم قبول میکنه و وقتی که این کارو انجام میده یه دفعه قدرتای زیادی پیدا میکنه و موفق میشه از دست مرد در بره. بعدم میاد پیش ادی و با رسوندن NCT بهش نجاتش میده. حالا سرحال شده و لیندی میگه که وقتی اونو انداختم کلن یادم دیگه شدم، این NCT خیلی خطرناکه. ولی ادی بحث میکنه و میگه همه زندگی ما تغییر داد و اگه ازش درست استفاده کنی میتونه تو رو به بهترین چیزها برسونه. بعدم میگه که وقتی پول به اندازه کافی در بیارم قول میدم لارو همیشه کنارش بذارم. حالا یکم همه چیز آروم شد و ادی از پشت پنجره اون نزول خور رو میبینه که بیرون خونه وایساده و داره پنجرهشو نگاه میکنه. خودشو میرسونه پیشش و میگه که میدونم اومدی NCT بگیری ولی نمیتونم همیشه بهت برسونم. بعدم دو تا دیگه بهش میده و میگه که دیگه پیشم نیا. اما خب خودش هم میدونه این نزول خور قرار نیست بی خیال بشه. برای همینم هم دو نفر رو استخدام میکنه که همیشه بادیگاردش باشن و ازش محافظت بکنن. روز بعدی هم خودشو پیش کارل میرسونه و بعد انداختن NCT بابت رفتار قبلیش معذرت میخواد و میگه که اومدم همه چی رو جبران کنم. بعدم برنامه‌ای که ریخته رو بهش تحویل میده و کارل کرکوپرش میریزه چون بهترین برنامه‌ای هست که میتونه برای هدف اصلیش اونو کمک بکنه.
خیلی سریع هم ادیو استخدام میکنه که این برنامه رو عملی کنه و اونم دست به کار میشه. توی یه جلسه هم توضیح میده که چجوری قرار سهام شرکت رقیبشون رو پایین بکشونن و در آخرم با خریدن همشون این رقیب رو کلن از کار کنار بزنن. رقیب که قبلا هم اسمشو شنیدیم. ادی دوباره زندگیشو سر سامون داده و حالا میدونه که اگه از الکل استفاده نکنه و خوابش هم به هم نریزه میتونه عوارض انزیتی رو کم کنه و اینطوری همه چیز بهتر داره پیش میره. علاوه بر اون برای امنیتش هم یه سری کت شلوار اختصاصی سفارش میده که یه جیب مخفی داشته باشن و بتونه اونا رو اونجا پنهان کنه. یه اتفاق دیگه هم میفته و متوجه میشه کارآگاهی که قبلا سر قتل ورنون دیده بود داره تعقیبش میکنه. یه بار میره پیشش و باهاش صحبت میکنه و میفهمه حالا خودش یکی از مظنون هاست به خاطر اینکه اون دختری که باهاش رابطه داشتم جونش رو از دست داده. یه جلسه هم بین شرکت کارل و شرکت آقای اتوود میگیره که میخوان صحبت بکنن تا اگه میشه قضیه رقابت بینشون رو بدون مشاجره حل بکنن. اینجا ادی با وکیل شرکت کارل و خودش آشنا میشه. اینم میفهمه که آقای اتوود یعنی رقیبشون سنش زیر 50 ساله اما قیافه شبیه آدمای 70 80 ساله است و این خیلی براش عجیبه. بعد جلسه هم که به خونه میاد میفهمه یه نفر اومده تو خونهش تا دنبال چیزی بگرده و دزدی کنه اما موفق نشده چون انزیتیا همراه خودش بوده. برای همینم با کمک مالی شرکت کارل یه پنت‌هاوس خیلی خفن اجاره میکنه که امنیت بالایی هم داره. خونه هم که میاد بیرون همون نزولخور رو میبینه که حالا یه گروه خفن جمع کرده و انگار اونم داره از انزیتی برای پیشرفت استفاده میکنه. جلسه دیگه ای هم بین شرکت آقای کارل و شرکت اتفود هستش ولی آقای اتفود تو این جلسه شرکت نمیکنه و همسرش میگه حالا همسرم خوب نیست و نتونسته بیاد. وقتی هم که دارن از اونجا میرن ادی متوجه راننده آقای اتفود میشه که همون مردیه که همش تعقیبش میکرد. از ایستگاه پلیس هم به ادی زنگ میزنن و ازش میخوان که به اونجا بره تا در مورد پرونده اون دختره باهاش صحبت بکنن. حالا با وکیل خودش که تو شرکت آقای کارل هم هست هماهنگ میکنه و اونم به ایستگاه پلیس میادش. بعدم میره کنار چند مرد دیگه وامیسته و پلیسا میگن که یه شاهد تو رو توی اون صحنه دیده و اگه درست تشخیصت بده یعنی گناهکاری. قبل اینکه بره داخلم کدشو میره تا وکیلشون براش نگهش داره. شاهد هر کسی که هست اشتباه تشخیص میده و همین باعث میشه که ادی دیگه از این جریان تبرئه بشه. بعدم میاد بیرون و با تشکر از آقای وکیل کدشو ازش میگیره. حالا میره به شرکت و اینجاست که میفهمه انزیتیای تو جیبش کاملا خالی شدن. خیلی وحشت زده شده و همین لحظه هم یه بسته براش ارسال میشه. با باز کردن جعبه میبینه که دست بادیگارد های خودش توشونه و میفهمه که یه نفر اونا رو سرنیز کرده. سری خودشو به خونه میرسونه و میفهمه هیچ انزیتی دیگه براش نمونده. بعد میره پای تلویزیون و توی اخبار یه چیز خیلی مهم میفهمه. وکیل خودش و وکیل شرکت آقای کارل در اصل وکیل اتوود یعنی رقیبشون بوده و اینطوری خودشو جا زده بوده تا اطلاعات ازشون بگیره و قطعاً هم انزیتیا رو از جیبش همین وکیل برداشته تا به آقای اتوود برسونه. یه رفعم همون نزولخور و بادیگارداش سر میرسن و با یه سری لوازم اومدن که درو بشکنن و بیان تو تا هرچی انزیتی هست بدوستن. ادی که میفهمه اگه اونا بیان تو کارش تمومه چون هیچی برای خودش هم نمونده، میره لب بالکن و میخواد همه چیزا تموم بکنه. یه رفعه توی ذهنش تمام خاطراتش مرور میشه و یادش میاد که یه دونه انزیتی توی یه دونه جعبه مونده. برای همینم میره سمتش و سری برش میداره و همین لحظه هم نزولخور و بادیگارداش میان تو. قبل اینکه بتونه بندازتش بهش حمله میکنن و عدسش میفته. حالا نزولخور اونو برمیداره و یه روش جدیدتری برای مصرفش پیدا کرده، اینکه با سوزن به خودش تزریقش کنه. این کارم انجام میده و بعدم ادیو میبندن به صندلی و میخواد با کتک زدنش بفهمه بقیه انزیتیا کجاست. بقیه بادیگارداش هم میرن تا با هر زحمتی هست گاوصندوقو بشکنن چون معتقدن ممکنه اونجا چیزی باشه. یه لحظه ادی میفته زمین و صندلی میشکنه و وقتی که نزولخور میاد سمتش موفق میشه با چاقویی که قایم کرده یه ضربه بهش بزنه. نزولخور میفته و خونش سمت ادی میاد و اونم با لیست زدن این خون موفق میشه هرچی انزیتی اونجا مونده رو تو بدن خودش وارد بکنه. یکی از بادیگاردا که یه چشمش هم کوره میاد جلو و میخواد به ادی حمله کنه اما ادی از قبل سوزنی تو دهنش قایم کرده و با اون موفق میشه چشم دیگه این مرد هم کور کنه. حالا اون که هیچی رو نمیبینه شروع میکنه همینطوری شلیک به اطراف و بادیگارد دیگه هم میاد طرفشون. بادیگارد نابینا به این شلیک میکنه و ادی هم موفق میشه اون نابینا رو با ضربه بیهوشش بکنه. بعد هم از خونه در میره و خودش رو میرسونه به بیمارستان جایی که آقای اتوود بستریه. راننده‌ش هم اونجاست و میفهمن که اتوود تموم کرده. ادی با تعجب از راننده میپرسه چرا تموم کرده پس؟ انزیتیا رو که گرفتید باید بهش میرسوندیدش. اما راننده میگه وکیل هیچی رو برای ما نیاورد و انگاری همه چی رو قایم کرده. ادی هم میگه اگه حاضری برام کار کنی همون قدری که اتوود بهت پول میداد دو برابرش رو بهت پول میدم.
راننده هم قبول میکنه و دو تایی میرن سراغ وکیل و بعد بستنش انزیتی ها رو ازش پس میگیرن. حالا میریم به چند سال بعد. ادی سروازش خیلی خوب شده و حالا میخواد برای سیاستمداری اقدام بکنه و میخواد سناتور کشور بشه. یکی از مشاوراش بهش میگه یه مرد خیلی کله گنده اومده به دیدنتون که صاحب بزرگترین داروسازی های کشوره. اونم کسی نیست جز کارل، همون کله گنده وال استریت. به ادی میگه که من چند وقت پیش از بورس اومدم بیرون و حالا صاحب تمام داروسازی های اینجا. من میدونم انزیتی مصرف میکنی و الانم میتونم تا هر وقت که دلت بخواد برات فراهمش کنم، به شرطی که حاضر باشی بعد سناتور شدن چند جا بهم کمک بکنی و اگه کاری خواستم برام انجام بدی. ادی هم میگه من هیچ‌وقت همچین کاریو نمی‌کنم چون معلوم نیست ازم چی بخوای. کارل تهدیدش میکنه و میگه هیچ کس دیگه انزیتی تولید نمی‌کنه و اینطوری زندگیت به فنا میره. اما ادی حقیقتی رو میگه که مغز کارل میپاچه. میگه من چند سال دیگه انزیتی استفاده نمی‌کنم. الانم فقط با مغز خودم تونستم به همه اینجاها برسم. کارل با تعجب میگه اما این غیر ممکنه. و ادی میگه وقتی پولم زیاد شد یه نفر رو استخدام کردم که انزیتی رو خیلی بررسی بکنه. اونم موفق شد یه دارویی بسازه که عوارضش رو از بین ببره. منم با استفاده از اون کلا انزیتی رو کنار گذاشتم ولی قدرت ذهنم رو دیگه از دست ندادم. الان هیچ مصرف نمیکنم اما 100% مغزم فعاله. کارل باورش نمیشه و ادی میگه یه ون داره از اون دور میاد، الان حواسش نیست و برای همینم میزنه به اونی که کنار خیابونه. کارل نگاه میکنه و همین اتفاق میفته و میفهمه ادی داره حقیقت رو میگه. بعدم بهش میگه تو یه رقیب قوی اما من بالاخره شکستت میدم. ادی میگه درسته ممکنه مبارزمون سخت باشه اما من همیشه ازت 50 قدم جلوترم. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. رفقا بازم تکرار میکنم من عضو گروه جنرالز هستم. به تازگی آهنگی به اسم پرواز رو پخش کردیم که میتونید از پیج اینستاگرام یا کانال یوتیوب تماشا کنید که لینکش تو دیسکریپشن میذارم. خوشحال میشم با حمایتتون کار ما رو گسترش بدید. فیلم لیمیتلس خب نیازی به تحلیل نداره که بخوام نکات فیلمش رو بگم. فیلم قشنگیه به خاطر اینکه میخواد به شما یاد بده کنترل زندگی خودتون رو به دست بگیرید. درسته حالا میاد به اسم همون انزیتی بهت نشونش میده اما اگه بخوای منظور اصلیشو نگاه بکنی میخواد بگه تو اگه کنترل زندگی رو به دست بگیری، روی 100% مغز خودت کار کنی، نامحدود میشی. هیچ محدودیتی برات وجود نداره و میتونی به همه چیز برسی. همونطوری که آخر فیلم هم این مرد دیگه نیازی به اون نداشت ولی بازم نامحدود بود چون بالاخره کنترل زندگیشو به دست گرفته بود. یه جای خونده بودم که میگفت انسان‌ها قابل پیش‌بینی ان. سیستم کنترل میاد از همین استفاده میکنه. وقتی انسان‌ها قابل پیش‌بینی باشن میتونه توی زندگیشون سد بندازه، میتونه جلوشون رو بگیره، میتونه هر جوری که دلش میخواد اونا رو به سمت هدفاشون ببره. هر وقتی که لازم باشه جلوشون رو بگیره، هر وقتی که لازم باشه متحدشون کنه و هر وقتی هم که نیاز یه افتراق خیلی بزرگ بینشون بندازه. و این قابل پیش‌بینی بودن است که باعث میشه دنیا راحت کنترل بشه. اگه میخوای از ماتریس به روایتی خارج شی یا یه زندگی درست داشته باشی که با همه آدم‌های دور و برت فرق کنی، باید کنترل زندگیتو به دست بگیری و باید غیر قابل پیش‌بینی بشی. مثل این فیلم باید لیمیتلس باشی، باید نامحدود شی. اون موقع است که میتونی خیلی اتفاقات بزرگی رو تو زندگیت رقم بزنی و این نیازی به داروی خاصی نداره. همونطوری که این مردم آخر فیلم بهمون گفت، نیازی نیستش که حتما یک چیزی بزنی تا بتونی به اون برسی. طرف میره دوتا رول میزنه بعد میگه که من دیگه از ماتریکس خارج شدم، من الان ته دنیام. نه، اون فقط یه توهمیه که به ته دنیایی. اگه میخوای واقعا به ته دنیا برسی باید توی حالت عادیت بری طرفش. اون موقع است که میتونی واقعیت ها رو ببینی، باهاشون کنار بیای، حلشون بکنی و یه واقعیت جدیدی رو برای خودت تخمین بزنی. این خیلی جمله مهمیه و ما خیلی کم بهش توجه میکنیم. بس اینقدر تو رویا بودن. فیلم هم میخواست ما بگه باید نامحدود بشی اگه میخوای به هدفات برسی و اینکه همش توی اون رویا باشی بده. همون اتفاقاتی که برای شخصیت اصلی میافتاد، هی توهم میزد، کم کم دوبینی میگرفت، خودشو گم میکرد، نمیدونست الان کجا گرفت، یه جای دیگه ظاهر میشد. همه اینا عوارضی بود که اون داروه براش داشت ولی در آخر همه اینا رو کنار گذاشت و بازم از ذهنش استفاده کرد چون فهمیده بود که نامحدود بودن چقدر قشنگه. فهمیده بود برای زندگی درست نیاز داره که به هیچ چیزی وابسته نباشه، همون کاری که انجام داد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. یه بار دیگه هم میگم حتما از کانال جنرالز دیدن بکنید و خوشحال میشم نظرتون در مورد آهنگمون بنویسید. لایک کامنت سابیارتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلسی.